تماشاگرانی که داخل ورزشگاه بودن همه خوشحال بودن از اینکه تیم ایران گل میخوره و این چیز جدیدی بود و هیچ وقت نمیشد تصور کرد در جام جهانی ایران 6-2 ببازه و مردم بیرون مرگ بر خامنه ای بگن و به همدیگه شکلات بدن، برای همدیگه شیرینی بخرن بیرون ورزشگاه و ترانه برایه رو بخونن. اون چه که مطرح هست این هستش که خیلی ها از جمهوری اسلامی معروف هستن در قطر به تماشاگران حکومتی که وارد شده بودن. اگر از کنارشون رد می‌شدی من گاهی فکر می‌کردم واقعا نماز جمعه است. افرادی که اومده بودن قیافه‌هات و اون مدلی که پرچمای ایران رو حمل می‌کردن بهشون نمی‌اومد که فوتبالی باشن. به هر حال اینها اومده بودن. جمهوری اسلامی خیلی هزینه کرد که جو ورزشگاه رو جو جمهوری اسلامی بکنه و صداها شنیده نشه. قطر خیلی تلاش کرد که صدای تماشاگران معترض شنیده نشه. جلوی پرچم آوردن به ورزشگاه رو گرفت. حتی پرچم‌هایی که فقط نام ایران روش به انگلیسی نوشته شده بود و شیر و خورشید هم نبود، فقط به خاطر داشتن شعار زن زندگی آزادی ازشون گرفته می‌شد. بسیاری از ایرانی ها بیرون از ورزشگاه پیش از اینکه وارد ورزشگاه بشن عکس هایی از مهسا امینی و همچنین از دیگر کشته شدگان در دست داشتن و تکثیر کرده بودن و بین مردم پخش میکردن. با یکیشون من گفتگوی کردم که اگه آماده باشه اینو بشنم. من در خدمتون هستم. خواهم ازت پرسم که دیدم که عکس زن زندگی آزادی داری، فکر میکنه آیا حمایت میکنه تیم ملی از مردم معترض؟ امیدوارم که حمایت کنه، چون تیم ملی ایرانه و اسمش روشه، تیم ملی جمهوری اسلامی نیست، تیم ملی ایرانه و باید از مردم حمایت کنه. حضور ایرانی‌ها رو اینجا چطور دیدی و استقبالشون از دیدار ایران و انگلیس و فکر می‌کنی ایرانی‌ها بتونن اینجا صدای مردم ایران باشن؟ متأسفانه ایرانی‌ها اینجا دو دسته شدن، گروهی که از طرف فدراسیون اومدن و از طرف نظام اومدن و گروهی که مخالفن و این باعث شده که دو دستگی بین مردم باشه. وضعیت حضور ایرانی‌ها رو اینجا چطور دیدی؟ آیا همه تونستن بلیط تهیه بکنن بیان برای؟ می‌بینم که خودت عکسای مهسا امینی رو توضیح می‌کردی. آیا این تنها تو هستی که این کارو می‌کنی؟ کسای دیگه هم هستن که این کارو؟ نه، هستن کسای دیگه هم. منم یه تعدادی بهم دادن، واسه بچه‌ها آوردم ولی واسه دوستان بیشتر آورده بودم. ولی به خاطر اینه که ما می‌خوایم حمایتمون از مردم ایران نشون بدیم، چون که چیزی نیست که بتونیم ازش بگذاریم و همه میخوان این ما رو ساکت کنن، اما تعداد زیادی بچه کشته شده، تعداد زیادی زن و مرد کشته شده، الان شرایط مهاباد اصلا خوب نیست و ما برای حمایت از مردم اون اینجا. بله، یه عده‌ای از ایرانیانی که خب حیاکارت گرفته بودن بلیت این بازی رو تهیه نکرده بودن بیرون ورزشگاه بازار آزاد خریدن که بیان تو و صدای مردم داغ دیده باشن. مطلبی که هست اینه که به رغم تمام این مشکلاتی که در واقع هواداران ایرانی معترض و حمایت کنندگان از مردم معترض داخل ایران داشتن، اونها موفق شدن فریاد بزنن دقیقه 22 نام مهسا امینی رو. اونها موفق شدن وقتی که بیان ما بین دو نیمه تعویض شد، بازیکن که دوست نداشتن داخل زمین باشه فریاد بیشرف بیشرف رو شنیدیم. وقتی که پرچم شیر خورشید ایران رو ماموران انتظامی خواستن از طرفداران مخالف جمهوری اسلامی بگیرن شنیدیم. اون چه که مطرح هست این هستش که تمام هوادارانی که اومدن در دوحه قطر در جای جای این شهر و دم ورزشگاه ها دارن مخالفت خودشون رو نشون میدن و حمایتشون از مردم اعلام میکنن، قرار گذاشتن روز جمعه 4 آذر 2 ساعت پیش از دیدار ایران ولز دم در ورزشگاه احمد بن علی صدای مردم داغ دیده باشن و صدای مردم باشن بتونن صدا رو به گوش جهانیان برسونن. لونا.